تعداد سلفی ها در برلین افزایش یافته است. به گفته ی مقامات امنیتی آلمان، شماره سلفی ها در برلین پایتخت آلمان به طوری چشمگیر افزایش یافته است. اندریاس گایزل، سناتور امور داخلی برلین اعلام کرد که در حال حاضر حدود 950 سنی تندروی سلفی در برلین سکونت دارند که در مقایسه با سال 2011 میلادی شمار آنان سه برابر شده است. گایزل که در کمیسیون امنیت داخلی سنای برلین گزارش سالانه خود را ارائه میداد تصریح کرد که تاکنون مشخص شده دست کم 420 نفر از این سنی های رو تمایل به انجام خشونت دارند مطابق گزارش سالانه امنیتی شهر برلین اکثر سلفی ها مرد هستند سازمان امنیت داخلی برلین شمار مردان سلفی را 748 نفر برآورد کرده که حدودا 90 درصد فعالان سلفی را شامل می شوند. بر اساس این گزاره شبکه ارتباطی سلفی ها در برلین بسیار گسترده تر و منظم تر از دیگر شهرهای آلمان است. نیمی از سلفی ها در سه محله وودینگ، نوینکولن و کرویستبرگ در برلین زندگی می کنند که البته در این محلات شمار خارجی ها نیز بالا است. همچنین در این گزارش امنیتی آمده است که مساجد نور، ابراهیم خلیل، صحابه و فضیلت در برلین از جمله مراکز اصلی سلفی ها به شمار می آیند. نیمی از سلفی ها در برلین تابعیت آلمانی دارند و یک سوم از آنان دارای تابعیت دوگانه هستند. تابعیت دوم این دسته از سلفی ها مربوط به ترکیه یا یکی از کشورهای عربی است. بنا به ارزیابی مقامات امنیت آلمان، تنها شماری قلیل از پناهجویانی که در سالهای 2015 و 2016 به برلین آمده اند به گروه های سلفی پیوستند و مجموعاً حدود 10800 سلفی در سراسر آلمان زندگی می کنند. است، انیس آمری عامل حمله تروریستی به بازار کریسمس به طور مداوم به مسجد فضیلت رفت و آمد داشته که فعالیت این مسجد در حال حاضر متوقف شده است.